سرخط خبرها اصابت راکت به دانشگاه کابل بازداشت 4 مقام پلیس بلخ به اتهام فساد و همچنان در اخیر حامد کرزی سخت مریض است. ساعت قبل اشرف غنی با وی تماس برقرار کرد. به نام یاد خدا و با عرض سلام به یکی دیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. منابع امنیتی تایید میکنند که یک فیر راکت به محوطه دانشگاه کابل اصابت کرده است. با گزارش اسپوتنیک به نقل از روزنامه 8 صبح. با گفته این منبع امنیتی این راکت حوالی ساعت 1 روز یکشنبه 29 مرداد در عقب دانشکده شرایط دانشگاه کابل اصابت کرده است. این منبع به روزنامه 8 صبح گفت که اصابت این راکت به محوطه دانشگاه کابل تلفات و خسارات در پی نداشته است. منبع میگوید که تاکنون محلی که این راکت از آن شلیک شده مشخص نشده است. این راکت از نوع BM1 بوده است. دانشگاه کابل در 12 مقرب سال گذشته هدف حمله دوز به وابسته به گروه داعش قرار گرفت که در آن 22 تن کشته و 27 تن دیگر زخمی شدند. بیشتر قربانیان دانشجویان بودند. این حمله به مرکز ملی آموزش های حقوقی دانشگاه صورت گرفت. چندین تن در پیوند به این حمله بازداشت و دو تن از طراحان این حمله در محکمه ابتدایی و استیناف به اعدام محکوم شدند. بازداشت 4 مقام پلیس بلخ به اتهام فساد. 4 مقام پلیس ولایت بلخ به اتهام فساد در قراردادهای مواد آشایی تیل و روغنیات بازداشت شدند. با گزارش اسپونیک به نقل از روزنامه 8 صبح. یک منبع امنیتی با تایید این خبر میگوید که معاون تامینات، مدیر لوجستیک، عامر اعاشه و عامر اکمال روغنیات فرماندهی پلیس بلخ در عقد قرارداد مواد اعاشه تیل و روغنیات برای سال مالی 1400 متهم به فساد و سوء استفاده از صلاحیت های وظیفه‌ای هستند. ازمرای اکرامزاده به عنوان معاون، سید بشیر سادات به حیث مدیر لوجستیک، اظهارالحق به عنوان عامر اعاشه و فضل الدین به عنوان عامر اکمال روغنیات در فرماندهی پلیس بلخ کار میکردند. این افراد از سوی پلیس مبارزه با جرایم سنگین فساد داری وزارت امور داخله بازداشت شدند. به نقل صفحه رسمی فیسبوک بشیر احمد خاصانی، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین مریض شده است. رئیس جمهور غنی در تماس تلفنی جویای احوال آقای کرزی شده است. پشتیبانی وزیر خارجه پاکستان از گفتگوهای سال در تماس تلفنی با ادمر. وزیر امور خارجه افغانستان با وزیر امور خارجه پاکستان درباره روند سال و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای در دوره پس از نیروهای خارجی از افغانستان گفتگو کردند. با گزارش اسپوتنیک، وزارت امور خارجه افغانستان امروز یکشنبه 29 مرداد سال 1400 نوشت. محمد نیفتمر وزیر امور خارجه افغانستان با آقای شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان در مورد پروسه سال و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای در دوره پس از خروج نیروهای حمایت قاطع از افغانستان گفتگو کرد. این وزارت افزوده است که وزیر امور خارجه از حضور سازنده پاکستان در کنفرانس قلب آسیا، پروسه استانبول و همکاری آن کشور در راستای برگزاری موفقانه نشست صلح استانبول قدردانی نمود. در ادامه این خبرنامه آمده است که ادمر روی آخرین تحولات از جمله چارچوب همکاری های پس از خروج با ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی در عرصه های مختلف امنیتی، سیاسی و تصفیهی صحبت نمود. تقویت همکاری های منطقه‌ای را در کنار حمایت ها و همکاری های جامعه جهانی با افغانستان در موفقیت روند صلح مهم و با اهمیت خوان. این وزارت همچنان افزوده است که قریشی از تداوم حمایت های همجانبه کشورش برای یک افغانستان صلح‌آمیز، مستقل و متحد به وزیر امور خارجه اطمینان داده، خواستار کاهش خشونت ها و ادامه گفتگوهای صلح جهت دستیابی برای حل سیاسی گردید و آمادگی کشورش را برای شرکت در نشست سه جانبه افغانستان، ترکیه، پاکستان و همچنان کنفرانس صلح استانبول اعلام نمود و ابراز داشت که به تلاش‌هایش در راستای تحقق اجماع منطقه‌ای ادامه خواهد داد.
در پایان این خبرنامه آمده است که قریشی از وزیر امور خارجه کشور دعوت کرد تا پس از نشست صلح استانبول و پاکستان سفر کند که از جانب وزیر امور خارجه با ابراز سپاس و امتنان پذیرفته شد. یادآوری میکنیم که حنیف ادمر دیروز با وزیر امور خارجه هندوستان نیز گفتگوی تلفنی انجام داده بود. اشرف غنی: آنانی که در صف جمهوریت استاده نمیشوند دیگر برایشان در دولت جای نیست. رئیس جمهور افغانستان صبح امروز در قصر چهارچنار ارگ در جلسه ششونیم گفت که ما به خاطر حفاظت از خاک خیش آمادگی کامل داریم. وقت آن رسیده است که حاکمیت ملی افغانستان به گونه کامل تطبیق گردد و افغانستان بی‌طرفی خود را ثابت سازد. با گزارش اسپوتنیک، اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز یک شنبه 29 آمل در جلسه ششونیمی که پیش از این امرالله صالح ریاست آن را به عهده داشت، با اشاره به اعلان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان گفت که در تاریخ معاصر اولین بار است که برای افغانستان به همه فرصت مناسب فراهم شده است. ما از 2 سال به این سو آمادگی کامل داریم و به خاطر رفتن آنان پلان همه جانبه را ترتیب نموده ایم. وی گفت که ما به خاطر حفاظت از خاک خیش آمادگی کامل داریم. وقت آن رسیده است که حاکمیت ملی افغانستان به گونه کامل تطبیق گردد و افغانستان به طرفی خود را ثابت سازد. رئیس جمهور غنی افزود یک صف جمهوریت است و یک صف دیگرش دشمن. آنانی که در صف جمهوریت استاده نمی شوند دیگر برایشان در دولت جای نیست. وی همچنان گفت که طالبان به خاطر تداوم جنگ هیچگاه مشروعیت دینی ندارند. اجماع علمای جهانی اسلام جنگ افغانستان را نامشروع خوانده است. آقای غنی همچنان با اشاره به بازنگری روابط با کشورهای منطقه گفته است که روز تصمیم پاکستان است و در صورتی که افغانستان ناآرام باشد، پاکستان هم ناآرام است. با گفته غنی، اگر پاکستان آرامی افغانستان را بخواهد، خودش نیز آرام خواهد شد. انتخاب دوستی و دشمنی به دست پاکستان است. رئیس جمهور غنی در اخیر گفت که دیدگاه ما حاکمیت، جمهوریت، مردم سالاری، افغانستان آباد، آزاد و مستقل است. اگر طالبان در این چارچوب صلح میکنند، آغوش ما برای آنان باز است و بدون آن انتخاب جنگ و تداوم آن بهانه طالبان است. ما مردم ترس نه، بلکه دارای اراده محکم هستیم. وی در این جلسه برای 16 تن از منصوبین حوزه اول امنیتی شهر کابل مدال‌های درجه دوم بریال را تفویض نمود. این در حالی است که اشرف غنی میگوید افغانستان در معرض فروپاشی قرار ندارد. رئیس جمهور افغانستان در یک بحث مجازی گفته بود که افغانستان در معرض فروپاشی قرار ندارد. دوستان عزیز، از اینکه تا این دم با ما بوده جان و سپاس. برای ویدیوهای بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب و ویدیوهای ما را لایک نمایید. تا ویدیوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم.